استفاده از تأسیسات نظامی کشور اکنون و بعد از سال 2014 حکومت افغانستان باید اصول و پرنسیب های نافذ بین المللی را رعایت نمایند. تعداد و نوعیت تأسیساتی را که ایالات متحده آمریکا خواستار داشتن آن در خاک افغانستان می باشد هم اکنون تعیین گردد. د موافقه په صورت کې د بهرنۍ تأسیسات او عسکر په بشپړه توګه له ښارونو بهر او د استوګنې له سیمو او د قانونو او ځمکنیو لاندنیو منابعو څخه دې لرې واوسي. شلویکم، ترجیح داده می شود که این تأسیسات یا ترجیح داده شود که این تأسیسات در نزدیکی سرحدات افغانستان با کشورهای همسایه بخصوص با کشورهایی که افغانستان از جو تهدید می شود انتخاب شود. پا هغو شخصی ملکیتونو ده خساره ده جبران پا اره چه پر هغوی بندی ده امریکا ده متحده ایالاتو تأسیسات جور شوی باید روخان کرنلار ترتیب او عملی شی. چلو سه هم، ایالات متحده امریکا نمیتواند از این تأسیسات برای تقویت مخالفین حکومت استفاده نماید. در امریکای متحده ایالات در افغانستان له تأسیساتو څخه د ګټې اخیستنې په وړاندې مکلف دی چې هر کال د وړتیا د لوړتیا بیا رغونې د هیواد د امنیتي ځواکونو د بیا وړتیا د نورو برخو د پرمختیا په خاطر لکه پوهنه، روغتیا، د برېښنا د تأسیساتو جوړول، د ځمکې لاندې سرچینو استخراج او د کرنې د پرمختیا لپاره کافي بودیجه ورکړي. در عرصه توسعه اقتصادي و اجتماعي با توجه به رشد اقتصادی و خودکفایی جمهوری اسلامی افغانستان، مردم ما توقع دارند تا ایالات متحده امریکا در خصوص همکاری های اقتصادی و اجتماعی و مسائل زیل توجه نماید. 45. در مورد کمک های مالی و پولی، ایالات متحده امریکا باید تعهدات مشخص و زمانبندی شده از جانب آن کشور وجود داشته باشد. دمرسته شو پیسو زیاتره لګښتي د ملي بودیجې له لارې او د افغانستان په بودیجه کې د پیژندل شویو لومړیتوبونو پر بنسټ ترسره شي. 47. روی ساختن زیربناها در افغانستان توجه بیشتر صورت گیرد. د افغانستان د اقتصاد د غوړېدنې په موخه دي د سوداګرۍ په پراختیا او د بهرنۍ پانګونې ټینګار وشي. 49. با در نظر داشت موقعیت حساس جغرافیایی افغانستان من حیث نقطه اتصال میان آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و خاورمیانه در راستای رشد و انکشاف ظرفیت‌های ترانزیتی و تجارتی همکاری و توجه بیشتر صورت گیرد. دیتا په پاملرنې سره چې افغانستان د طبیعي زیرمو له پلوه یو بډایه هیواد دی او د قانونو راوستل د هیواد په اقتصادي ټیکاو کې عمده رول لري، د امریکا متحده ایالات د پانګونې په هڅونه او جذبولو او د قانونو د روښانه راویستلو لپاره دی د لازمو وړتیاو د ودې په برخه کې داسې مرسته وکړي چې له دې پلوه ډېره ګټه د افغانستان خلکو ته ورسیږي. 51. ایالات متحده امریکا در قسمت دادن قرضه ها و سکتور خصوصی همکاری نماید. د امریکای متحده ایالات د کیمیاوي، بیولوژیکي او هستوي وسلو لزیرمکولو او کارولو څخه په افغانستان کې په کلکه ډډه وکړي او د افغانستان په خاوره کې د هستوي وسلو د فاضله توکو د ښخولو مخنیوی او چاپیریال ساتنې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره پوره همکاري وکړي. 53. ایالات متحده امریکا باید افغانستان را در عرصه رشد و انکشاف صنعت همکاری قابل توجه نماید. در روغتیا په برخه کې باید د امریکا د متحده ایالاتو همکاری زیاته وي. پروسه صلح، مصالحه ملی و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز قسمت سیام نظریات مشورتی است. 55. بخنه غوارم اول برخ قسمت اول تکمیل شد، یعنی بخش پیمان استراتژیک نظریات شما، مشوره هایی که شما معززین داده بودین تکمیل شد، حالا در بخش صلح صحبت میکنیم، مشوره هایی که دادین رو برتان بیان میکنیم. بخیر باش. 55. چون صلح یک امر الهی و نیاز مبرم مردم افغانستان است و ادامه آن تاکید میشود، ولی با در نظر داشت تجارب یک سال گذشته خواهان تغییر در عملکرد این پروسه هستیم. پروسه صلح باید فراگیر بوده و دولت در تمام ابعاد آن تدابیر مشخص را با در نظر داشت سفارشات این جرگه در نظر بگیرد. 50.
شپارس فقرهی زه سپارختنی چه تیر کال ده سول پا ملی مشورتی جرگه که تصویب شوی ده افغانستان ده خلقو ده استازو ده دری ورزنی و بسون و پایلی او سپارختنی وی یو زل بیا پر حق کتو نکو ده حقی که طول شامل تکی ارین او ده تایید وردی دی د هغو په عملی کولو کې باید ډیر جدیت او دقت وشي. د کاري تګلارو تداوم د ملي برنامو د بریا لپاره یو اړین کار دی، په داسې حال کې چې د شرایطو په بدلون سره په تکتیکونو کې هم بدلونونه راځي او دولت باید خپل چلند تر هرې ورځې له ورځنیو پیښو سره تړاو ورنه کړي او نوې پالیسي وضع کړي، بلکې نوې پالیسي بخنه وړ مرچا چې ترجمه کړی نوې پالیسی وضع کړي، بلکې د نیمګړتیاو د اصلاح لپاره د اقدام وکړي. یعنی یو نوې پالیسی دې وضع کړي او نیمګړتیاوې دې په پام کې پکې ونیسي. 57 شهادت نابهنگام جناب پروفسور برهان الدین ربانی، رئیس جمهور سابق کشور، رئیس شورای عالی صلح و رهبر جهاد و مقاومت افغانستان، ضربه جدی را به پروسه صلح وارد نمود، در حالی که ما این عمل غیر انسانی و اسلامی را شدیداً تقبیح می نماییم و به صلح باور داریم. از دولت و شورای عالی صلح به جدیت می طلبیم تا راه صلح را که استاد شهید زندگی خود را قربان آن کرد با جدیت ادامه داده و نگذارد تا دشمنان افغانستان به نیات شوم خیش که آمانا توقف پروسه صلح، ایجاد فضای بی‌اعتمادی در بین مردم افغانستان و جلوگیری از پیوستن مخالفین به پروسه صلح می باشد نائل آیند. برای بهبود رابطه مردم و دولت کار بیشتر صورت گیرد، زیرا فاصله ایجاد شده فعلی یکی از عوامل نفوذ اعمال تروریستی در کشور می باشد. همچنان جناب مدبر صاحب یک چیزی که مونده اوی بود که او کمیته ها خواسته بودند که باید دوسیه استاد ربانی نهایی شود و قاتلینش به پنجه قانون سپرده شود. این موضوعش مونده، امیر لطفا اضافه کنند. اته 50 د جرګې غړي د پاکستان له هیواد څخه غواړي چې افغاني پلاوی چې د جهاد د ارواښاد لارښود او د سولې د شهید پروفیسور برهان الدین ربانی د شهادت په اړه د څېړنو په موخه هغه هیواد ته استول شوی دی ومني او له هغوی سره د حقیقتونو د موندلو په لاره کې همکاري وکړي. 59 در صورت عدم کامیابی این هیئت از جامعه بین المللی خواسته می شود تا برای بررسی موضوع یک هیئت عالی رتبه را از جانب خود تعیین نماید. 60 د جرګې غړي نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري وکړي او د تروریستي شبکې د فعالیتونو د زمینې د محدودولو په خاطر دی د پاکستان او ایران پر اسلامي جمهوریتونو فشار راوړي. 61 دولت باید در راستای تشخیص و محدود ساختن عوامل پیوستن هموطنان ما با گروپ های مسلح مخالف کار جدی و قابل لمس نماید. 62 دولت دید منابرو للاره چه اوس محال وصلوال و مخالفین و قوی تبلیغاتی وسیله گرزیدلی ده مثبت تبلیغات و ده پرمخلول و پموخه زیاده حدث وکری. 63 دولت زمینه های تعلیم و تربیه دینی را به سطح عالی در داخل کشور مساعد سازد تا اولاد وطن به خاطر فرا گرفتن دانش دینی مجبور به سفر به خارج از کشور نشوند و شکار تروریسم قرار نگیرند. 64 د هر پالیسی او تګلارې د تطبیقولو بریا لزواکمنی او پوه او ژمنې رهبرۍ سره تړاو لري. له دې امله د افغانستان د اسلامي جمهوریت له رئیس څخه غوښتنه کوو څو دریم خیر غوښتونکي تجربه لرونکی او دینداره شخص چې د ټولو اړخونو باور یې ترلاسه کړی وي د سولې د عالي شورا ریاست ته وګماري. په همدغه وخت کې د سولې د عالي شورا د غړو په ترکیب او شمیر کې د بیا کتنه وشي او په دې اړه د اغیزمنتوب او ژمنتیا په پام کې ونیول شي. 65 در تشکیل شورای عالی صلح در ساختارهای جانبی آن و سایر ساختارهای حکومتی بازنگری صورت گیرد. همینطور باید باشد. برای یک شخص نباید چندین وظیفه مهم سپرده شود. د سولې د عالي شورا بودیجه د تمویل مراجع او د لګښت تګلارای او حساب ورکول یې باید تر بیا کتنې لاندې ونیول شي. 67 جریان مذاکرات با سران مخالفین مسلح دولت باید به اساس تحلیل های همه جانبه از واقعیت های عینی، اوضاع سیاسی و امنیتی منطقه و از یک موقف قوی صورت گیرد. بسیج مساعی مشترک مردم، دولت و جلب پشتیبانی و همکاری های صادقانه کشورهای منطقه و جهان افغانستان را در این موقف
قرار می دهد. اتش پیتم رسوی جریاناتو تا پا پاملرن لندنی مطالب در سول در نوی پالیسی بجوره بولو که ارین بولو او سپارختنه کهو چه یو لدوست مخالف او دخمن سخه باید یو مشخص تعریف موجود بی اولاندیشی چو در سول پروسه در حقه پا چوکات که تدبیق کرایشی. مذاکرات با مخالفین صورت گیرد که هویت ثابت افغانستانی داشته باشند، آدرس دقیقشان افغانی داشته باشند، آدرس دقیقشان معلوم باشد و من حیث یک جریان سیاسی مشروع خواهان راه حل سیاسی در کشور باشند. ټول پوهیږي چې د مخالفینو مشران د پاکستان په هیواد کې ژوند کوي او ځانګړې کړۍ له هغو سره په هغه هیواد کې نږدې تماس لري. په افغانستان کې د سولې او ټیکاو د تامینولو لپاره هڅې پکار دي او د پاکستان ریښتینې او دوامدارې همکارۍ ډېرې اړینې دي. د جرګې د غړیو څخه د پاکستان له دولت څخه دا غوښتنه کوي چې د افغانستان په وړاندې خپله تګلاره بدله کړي او د امنیتي کړکیچونو د رامنځته کولو پر ځای چې د هغوی لمنه یې هم نیولې ده د هغو په له منځه وړلو کې رښتینې همکاري وکړي. دروازه صلح برای مخالفین مسلح و رهبرانشان که آرزوی ترک خشونت و بازگشت به زندگی صلح‌آمیز را داشته باشند باز گذاشته شوند. دقت کامل صورت گیرد تا تجارب تلخ گذشته تکرار نگردد و هویت آنهایی که تحت عنوان مخالفین به این پروسه یک جا می گردند به صورت دقیق تشخیص گردند. بر علاوه کسانی که صادقانه و برای صلح یک جا می شوند مسئولیت و امنیت آنها تأمین گردند و به مشکلات کسانی که از اعمال جنایتکارانه ترورستان آسیب می بینند رسیدگی دقیق و به موقع صورت گیرد. د هیواد په داخل ولایاتو و ولسوالیو کلو کې دی کار ته ډېره پاملرنه وشي څو خلکو ته د باور او تصاحب روحیه ورکړ شي. د سولې پروسه باید موازي د مسؤلیتونو د لیږد له پروسې ښې حکومتدارۍ او په ملي کچه له پرمختیا سره عملي شي. هغه نیمګړتیاوې چې د ولایتي سولې د کمیټو د کاري تګلارې په ترکیب کې شتون لري باید د هغو له بیا کتنې سره له منځه ولاړې شي او په همدې وخت کې دې ملکي او پوځي مسؤلین د دې کمیټو د فعالیتونو هر اړخیز ملاتړ وکړي. د قومي مشرانو، علماو، د سولې د فعالینو امنیتي ستونزو ته دې چې هر کله د ترهګرو د بریدونو ښکار ګرځي د سنجول شویو او عملي تدبیرونو له نیولو سره دې ورته رسیدګي وشي. برای مطالعات دوامدار درباره روند صلح یک مرکز مطالعات صلح ایجاد و یک کنفرانس بین المللی صلح در یکی از کشورهای اسلامی دایر گردد که در آن پیام صلح و فتوای نامشروع بودن جنگ و جهانیان شنوانیده شود. لکه د هیواد په کلیو بانډو کې د امنیت د تامین پر وړاندې یو ستره ننګونه ده. دولت د خلکو ته د اقتصادي ستونزو د حل په خاطر د کارموندنې، ښوونې، روزنې په برخه کې پوره پاملرنه وکړي. 69 دولت و شورای عالی صلح به همکاری تمام نهادهای زیرب یک جا با مساجد، تکایا، نهادهای جامعه مدنی و فرهنگی کشور در راستای ترویج فرهنگ صلح کار شدید را راه اندازی نمایند تا مردم از رابطه نزدیک پروسه انتقال، پروسه صلح، همکاری های منطقه‌ای و بین المللی، همکاری های استراتژیک با ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها یک دید روشن داشته باشند و در روشنه آن بدون تشویش در پروسه صلح فعالانه سهم بگیرند. اویوم مونږ ټینګار کوو چې د سولې پروسه باید د افغانانو تر لارښوونې لاندې پر مخ یوړل شي په داسې حال کې چې د نړیوالې ټولنې له ملاتړ څخه په دې لار کې مننه څرګندوو. د هغوی د دوامدارو او جدي همکاریو او په ځانګړې توګه د سیمې د هیوادونو او اسلامي نړۍ د همکاریو غوښتونکي یو. په همدغه وخت کې له هغو څخه غواړو چې د افغانستان د دولت یا د سولې د عالي شورا لخبریدو پرته له موازي اقداماتو څخه چې له استخباراتي لوبو لپاره زمینه مساعده وي ډډه وکړي. 71 ما از تمام کشورهای همسایه و منطقه می خواهیم که رقابت برای نفوذ در افغانستان را با استفاده از وسایل بی‌ثباتی کنار بگذارند و با عوض آن در همکاری صادقانه و نزدیک که خیر و فلاح همه در آن نهفته است مردم افغانستان را کمک نمایند تا بعد از 3 دهه قربانی به صلح برسند. صلح و ثبات در افغانستان در حقیقت به معنی صلح و ثبات در منطقه است.
فعال توأم با تداوم را دنبال نماید. دوویوم مونږ د جرګې غړي یو ځل بیا له مخالفینو او د هغوی له مشرانو څخه په هر ځای کې چې دی غواړو څو د افغانستان د خلکو په وړاندې با مسؤلیته چلند وکړي. نن هغه وخت دی چې شرایط د بحث او خبرو لپاره برابر شوي او کولی شو غوټه په لاس خلاصه کړو. پرته له دې چې د هیواد د زرګونو بېګنا انسانانو وینې تویی شي، افغانان باید په افغانستان کې د نورو موخو ته د رسیدو وسیله نه شي او د هیواد ملي ګټې او د افغانستان د خلکو ژوند تل له خطر سره مخامخ نشي. البته راتلونکي مسؤلیت به د هغو په غاړه وي چې د خدای په امر او د افغانستان د خلکو په غوښتنو سترګې پټوي، قتل او وژنو ته دوام ورکوي. 73 ما از مسئولین دارونشای کمیسیون آمادگی برای تدبیر لوی جرگه عنعنوی میخواهیم تا مجموع سفارشات کمیته های کاری را رسما به دولت و شورای عالی صلح سپردن بسپارد تا در روشنایی سفارشات تفصیلی تدابیر مشخص را روی دست گیرند. سلو رویوم هغه دولتی چارواکی چه په بیلابیلو ډولونو د نظام په بېثباته کولو کې د پردیو تر شا ونډه لري باید له خپل حکومتي موقف نه لرې شي څو په هیواد کې نظم او ثبات ټینګ شي. 75 حکومت افغانستان برای دست یافتن به صلح دائمی و دریافت رای حل مؤثر و سریع برای حل مشکلات امنیتی در افغانستان و منطقه باید با جمهوری اسلامی افغانستان به گفتگوی جدی بپردازد. او شپگویاون د طالبانو او مخالفینو له مشرانو سره د پټو خبرو له پرمخ وړلو څخه ډډه وکړي. ډېره زیاته مننه. البته مونږ جرګې هغې حساسې لحظې ته رارسیږو یا شیبو ته رارسیږو چې د افغانستان د ولسمشر نه هیله کوو چې زمونږ د جرګوالو هغه څوک چې دلته دي د هغوی د مشورو په رڼا کې د دوی ارشاداتو ته غوږ ونیسو څو د دوی عکس العمل د دوی خبرې او هغه څه چې د جناب رئیس صاحب په زړه کې دي او څه چې مونږ درلودل مونږ تاسو ته مخې ته کېښودل اوس تاسو ته غوږ یو. ډېره زیاته مننه جناب رئیس صاحب جمهور د افغانستان.